با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. روز چهارشنبه است، نهم از ماه دسامبر برابر با 18 آذر سال 2009 میلادی. در روزهای چهارشنبه معمولا در باب شاهنامه صحبت میکنیم، مطالب مربوط به شاهنامه فردوسی و هویت ایرانی و تاریخ ایران زمین. امروز هم در خدمت شما هستم، مطالب بسیاری هست. اجازه فرمایید با یک غزل از حافظ آغاز کنیم در خدمت شما. نسیم صبح سعادت بدون نشان که تو دانی، گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی. تو پیک خلوت رازی و دیده بر سر راهت، به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی. بگو که جان عزیزم ز دست رفت خدا را، ز لعل روح فزایش ببخش آن که تو دانی. من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست، تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی. خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است، اسیر خیش گرفتی بکش چنان که تو دانی. امید در کمر زرکشت چگونه ببندم، دقیقه ایست نگارا در آن میان که تو دانی. یکی است ترکی و تازی در این معامله حافظ، حدیث عشق بیان کن بدون زبان که تو دانی. در واقع این بیت پایانی همون مطلب مولانا جلال الدین بلخی رومی است. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. از زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. بله، حافظ میگوید یکیست ترکی و تازی در این معامله حافظ، حدیث عشق بیان کن بدون زبان که تو دان. خب اجازه فرمایید که یک مطلب نکته‌ای بود، اجازه بدید اشاره کنم بهش. تو پی که خلوت رازی و دیده بر سر راحت، به مردمی نه به فرمان چنون بران که تو دانی. خب متاسفم خدمت شما عرض کنم، همونطور که حتما شما هم شنیدید، یکی از استادان بزرگ هنر در ایران وفات یافت، استاد فرامرز پایور، بعد از 50 سال خدمت مستمر در واقع فوت شدن ایشان. استاد فرامرز پایور متولد 1311 از تبار هنر بود، گویا پدر ایشان هم اهل هنر بود، پدر بزرگ ایشان هم به همین وجه. استاد پایور از شاگردان برجسته مرحوم استاد ابوالحسن خان سبا بودن. وقتی که موسیقی کلاس موسیقی تشکیل شد، استاد سبا به تدریس مشغول شدن، شاگردانی خدمت ایشان بودن. چند تن از اینجان بسیار بسیار برجسته بودن و برجسته شدن در کار موسیقی. یکی هم استاد فرامرز پایور بودن، یکی هم استاد رحمت الله بدیعی، شاگردانشون بسیار بودن. استاد تجویدی و فرامرز پایور یکی از قولهای موسیقی بود که واقعا خدمت بسیار بسیار زیادی به این موسیقی کردن، نه تنها از طریق تکنوازی ها که یک شیوه خاصی در سنتور آوردن، و میشه بعد گفت سنتور رو در جای علمی خودش آقای پایور نشاند، به شیوهی که می نواخت، اون تمیزی و لطافت و زیبایی و یگانه روزگار بود فرامرز پایور در این زمینه. حالا بگذاریم که عرض شود که اهل حال بر این هستن که ساز ایشان بسیار علمی بود و جنبه های حال کمتر داشت. خب این شیوه ایشان بود و همچنین بازسازی کارهای گذشتگان، عرض کنم که از امیر جاهد گرفته تا کارهای عارف، به ویژه در این فرهنگ هنر که ایشون کار میکردن و بعد فعالیتشون رو گسترش دادن، کارهای مندگاری
در تنظیم از ایشان مانده و بازسازی با صدای استاد شجریان که از کارهای بسیار بسیار ماندگارن. حتما شنیدید این کارها رو، از سبتی یکی از این مشهورترین کارهایی که شد همین آهنگی در سگاه که عارف قزوینی در عشق افتخار سلطنه سروده بود، افتخار همه آفاقی و محبوب منی، مقدمش رو هم آهنگ مشهور زنگ شتر استاد سبا بودن که با چه مهارتی و چه زیبایی اجرا کرده بودن. یکی از بهترین کارهای موسیقی است که بر جای مانده از اون روزگار. این استاد بزرگ دچار سکته مغزی شده بودن چندین سال پیش و گویا در منزل بودن، فعالیتی نداشتن و دیروز فوت شدن متاسفانه، یعنی بعد از پرویز مشکاتیان در زمینه این ساز. استاد پایبر، خواهش میکنم امیر جان یک قطعه از این استاد بزرگ پخش بکنید، لطفا هموطنان ببینن استاد فرامرز پایبر رو در حال اجرا. و نخستین باری که شخص بنده چهره این بزرگوار رو دیدم در یکی از این جشنهای فرهنگ هنر بود در شیراز. ناگهان یک آهنگ بسیار مشهور شد، این آهنگ لوری خرم آبادی با تنظیم پایبر و صدای آقای شهیدی که در این ارکستر استاد جلیل شهناز بودن، اسقر بهاری بودن و چند هنرمند دیگر، بسیار مشهور شد. در اونجا بود که ما برای اولین بار چهره بسیار جدی استاد فرامرز پایبر رو بر صفحه تلویزیون دیدیم. اون آهنگ بسیار بسیار مشهور شد، تنظیم از ایشان بود، صدای استاد عبدالوهاب شهیدی. یکی از کارهای ماندگار دیگر که البته تقلیدهای بسیار دیگ شد از این، اما هرگز مثل شهیدی نشد، بسیار زیبا خوان. و این عرض کنم که تنظیمی که استاد پایبر کرد. لطف فرمایید پخش کنید اگر آماده است. شهرتی جان ببینید. Thank you.
بله استاد فرامرز پایبر رو میدیدیم در حال نواختن واسه مرد کارهای استاد قدیم باشد. آخرین باری هم که ما استاد رو دیدیم در اینجا هر سبت که چندین سال پیش بود، یک کنسرتی برقرار میشد، کنسرت ها برقرار شد در شهرهای بزرگ آمریکا به نام در واقع کنسرت استادان موسیقی با استاد جلیل شهناز بودن، استاد اسماعیلی. این آخرین بار بود، فکر میکنم 10-12 سال پیش بود که ایشون آمریکا بودن، بعدم که رفتن ایران دچار این سکته شدن. گفت کاروان شهید رفت از پیش، وان ما رفته دان و می اندیش، از شمار دو چشم یک دم کم و از شمار خرد هزاران بیش. و شاعر دیگری گفته است که مرگ چنین خواجه نکاریست خورد. این داستان هنر رو پیش از این در خدمت شما بحث کردیم اینجا که همه مبتنی بر کوشش فردی بوده و نهادینه نبوده، از ضمن اینکه مردم ایران همه هنری هستند، در واقع مردم ایران مردمی هنری هستند، اهل ذوق و حال هستند، ظریف هستند، اما تا اونجایی که به هنر مربوط است در جامعه با هزاران مشکل و گرفتاری و مضیقه های عجیب این هنر موسیقی روبرو بوده است از روزگار صفویان و این آخوندهای شیعه. و ما بایستی در هر مطلبی که پیش می آید که اینها در واقع مانع پیشرفت مملکت بودند، اینها حتما سخن بگوییم. اینها سخنهایی گفتند که هیچ دیوانه‌ای نگفته است. در واقع این موسیقی در روزگار همین خلفای بنی عباس است که به اوج رسیده در این از کنم همین بغداد و موسیقی داران بزرگ ایران مثل زریاب کبیر و اسحاق موسلی و ابراهیم، اینا افتخارات مشرق زمین هستند. بعد آمدیم و عرض کنم که در روزگار مغلها هم آزادی بسیاری بود، در شبت که ما یه مردان بزرگی در موسیقی باز داشتیم، یعنی بین فارابی تا مراغعی ما نظری پرداز بزرگ نداشتیم، باز در دوران مغل هست و استاد مراغعی رو داریم با دو کتاب مقاصد الالحان و جامع الالحان و صفی الدین ارموی و استادان دیگر در این هست، دوباره به لحاظ نظری هم موسیقی رو پیش بردن. سازهایی رو که برشمرده عبدالقادر مراغعی از 50 فزون هست، سازهای ایرانی 55-56 رو شما شماره کردم و عبدالقادر میگوید از ترکیب این سازها سازهای دیگری توان ساخت، اما اون چه اهل عمل به کار آرند همون هاییست که گفتی. بعد روزگار سیاه آخوندبازی شیعه هست که آثار شمنده اینجا دارم خدمتتون. آقای عبدالکریم سروش دوباره یک افاضاتی فرمودن پر مغلطه. امروز میخواستم در باب کلنل پسیان صحبت کنم، فکر کنم که بپردازیم به مغالطات آقای سروش. دوباره افاضاتی فرمودن، گویا این عرض کنم که این خرافات اسلامی و این ارتجاع اسلامی با شیر اندرون شده و فقط با جان به در رود. باری بعد اینا آمدن و گفتن موسیقی آوای شیطان و مقدمه ازدناست و همون مهملاتی که این مجلسی نوشته است علیه اللعنه و بقیه این دوستان. تا روزگار جدید ما جرأت نداشتن. فتحعلی شاه اولین کسی بوده که در واقع در این فاصله موسیقی را برده وارد دربار، ارکسترهای زنانه داشته، ارکسترهای زنانه، استاد زهره و استاد مینا، اینا اونقدر حداقل روشنفکر بوده این پادشاه که این کار رو کرده. و از اون روزگار است که کبابیش استادان سر بر کردن و این مقام های موسیقی ایرانی که 12 مقام بود و در نوشته های عبدالقادر هم 12 مقام هست گم شدن، سازها هم منسوخ شد و عجب است واقعا که باز این مقدار بر جای مونده. یعنی از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که برگ گلی هست و رنگ نسترنی. باز با سپاسگزاریم از اون کسانی که در عرض کنم که گوش و کنار و در کنج انزوا این موسیقی رو نگه داشتن و اقلیت‌های یهودی خصوص یهودیان نقش عمده داشتن در نگه داشت این
مقام ها تا رسیدیم به روزگار عرض کردم که مشروطه و تجدد و اینها. استادان موسیقی جرأت کردند که کلاس ها بگذارن، با مخالفت آخوندها روبرو شدن، چندین بار مدرسه کلاس درس استاد میرزا عبدالله همین آخوندها که امروز ملت اونها رو شناختن به حمد الله و المنه، بعد از 1300 سال مردم ایران آخوند رو شناختن، ماهیت شیطانی و ارتجاعی آخوند شناخته شد. باری با گوشکوب و نعلین و اینها مدرسه موسیقی که سهل است که مدرسه معمولی رو که این آقای رشدی در تبریز برقرار کرده بود با گوشکوب و نعلین و اسلام در خطره. من نمیدونم این اسلام چقدر سست هست که با یک کلمه یه حرف حساب به خطر میفته. باری استادان بزرگ به خصوص خاندان فراهانی مثل میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی و عرض کنم که بعد فرزند دیگر این خانواده استاد علی اکبر خان شهنازی و عرض شود استاد عبادی و بسیار بودن خاندان هنر، این سنت رو منتقل کردن. درویش خان بسیار بسیار نقش داشته است، حسن سنتور خان بسیار بودن. این تاریخ موسیقی هم تاریخ خیلی مفصل است تا مدرسه دارالفنون باز شده است و بعد یک کلنل وزیری پیدا شده است و اروپا رفته و بعد مدرسه موسیقی ملی و مدرسه عالی موسیقی تأسیس شده. اینها بعد از انقلاب تمام این کوشش ها برباد رفت، دیگه کجا دیگه استاد سبایی پیدا بشود و حسین اسماعیل زادهی و درویش خانی و وزیری که این مرد برد پیش اونها شاگردی بکند، بعد شاگردان تربیت بکند. و چون نیک بنگریم و به عقب نگاه کنیم، عرض کنم که این موسیقی ایرانی بیشتر از هر کسی دیگر مدیون دو تن هست، یکی استاد سباست، یکی درویش خان هست و در کنار اینها البته کلنل بسیار زحمت کشید و کسان دیگری هم البته بودن. اما معلوم نیست دوباره که ما بتوانیم یک استاد سبا داشته باشیم، به جهتی که این موسیقی همونطور که عرض کردم به صورت ساختاری در این جامعه نهادینه نشد، کوشش فردی است. یک درویش خانی بود عرض کنم که مرد بزرگ، موسیقیدان بزرگ، بر نمیتافت این فساد دربار شاه و سلطنه و اینا، آمده یک کلاس موسیقی باز کرده، چه شاگردانی تربیت کرد درویش خان. یکیش نی داوود بوده، یکیش هرمزی بوده، یکیش علی اکبر خان بوده، یکیش استاد سبا بوده و سبا چه شاگردانی تربیت کرد. اینها کوشش های فردی استاد سبا، مردی که در 55-56 سالگی فوت شده و این همه کار و این همه شاگرد و این همه آهنگ عرض کنم از او و شاگردانش بر جای مانده است. سر تا سر، حتی در روزگار پادشاهی هم توجهی نمی‌شد. البته نمیدم موسیقی دانا رو بزنن ببرن ساواک اما خب به اساس سانسور میکردن حرفاشون و اینا آهنگاشون رو. در تمام ایران دو تا مدرسه موسیقی ساخته نشد. در همین آذربایجان جعلی، در مرکز آذربایجان جعلی، خواهش میکنم شما بفرمایید جعلی چون آذربایجان نیستیم و در بابش صحبت کنیم. باکو میگوین بیشتر از 30 مدرسه موسیقی هست که موسیقی دانانی در حد بین الملل چه آوازها میخوانن، هم زبان ترکی چقدر زیبا به سامان و فارغ التحصیلان را همه عرض کنن که به شغلهای خوب میگمارن، حقوق خوب پرداخت میکنن، اون هم شیعه هستن. خب در ایران زمین که موسیقی جزء لاینفک حیات اجتماعی بوده، تو زندگی ایرانی مبتنی بر نشاط بوده است، اینا یک در این 60-70 سال گذشته یک سالن درست حسابی برای موسیقی ساخته نشد. شهرهای ایران یک کلاس موسیقی ساخته نشد، هر گوشه یه جایی یک استادی نشسته بود، دو تا شاگرد اون گوشه. دوست عزیز من آقای موحدی عرض شود که میخواستد ویولون یاد بگیرد در گلپایگان، برای من میگفتن، ما یه معلم داشتیم بنام آقای ورزنده، معلم موسیقی، موسیقی که نمیزد، میگفتن ایشون معلم موسیقی است. ایشون به من میگفتن، رفتم آقای ورزنده ببینم فلان نوت رو روی سیم سوم چگونه بگیرم، پیداش نمیکردم. رفتم منزلش، ورزنده برازنده گفت که اینجا حالا شب در اتاق درس آخوندها سنگردا اینا، منو برد توی پستوی تنگ یه چراغ روشن، گفت به این جان من این سولش اینجاست.
حالا شما انتظار دارید که نمیدونم چایکوفسکی از این جامعه بیرون بیاد؟ میبایستی از امروز ده ها فرامرز پایور بود. باری ازوید بگذاریم از این مطلب، این داستان حزینی است، داستان هنر در ایران. خب بنده میخواستم امروز در باب یکی از دلاوران ایران زمین و یکی از دلاوران آذربایجان تبریز صحبت کنم، کلل محمد تقی پسیان، محمد تقی سلطانزاده، مشهور به کلنل محمد تقی خان پسیان. شخصیتش در واقع میتونم خدمتتون بگم دراماتیک، یک شوالیه به همه به تمام معنی این کلنل بوده. کلنل محمد تقی پسیان، ما این دلاور رو بایستی بشناسید. اینجا کتاب ها هست در باب او، یکی از بهترین ها کلنل محمد تقی خان پسیان. و من برای شما میخوانم ببینید این ژنرال های آلمانی در حق او چه گفتند، رفقا او در حق او چه گفتند، چگونه مردانی بودند این مردان، شیفتگان این سرزمین و دوستداران آزادی. اینها شهدای ما هستند، شهدای ایران زمین، شهدای راه آزادی، کلنل پسیان. بعد موضوع سروش پیش آمد اینجا. گفت من عرض کنم این عبدالکریم خان دست از مغلطه بر نمیداره، دو تا کار خوب کرده در عمرش. این که ما سروش اینجا مطرح میکنیم چون سروش نمایندگی میکند تفکر اسلامی را و یکی از دستاندرکاران این رژیم منحوس بوده و بایستی از ملت عذرخواهی بکند که هنوز نکرد، بایستی بنشیند و معذرت خواهی کند تا ملت این مرد رو ببخشه. دو کار خوب انجام داد، یکی با دلیل‌های درست که البته اصلا کار جدید نیست، این کار از قدیم شده و آدمایی که اصلا عقلی داشتن و حدی بشر داشتن براشون امر بدیهی بود اینکه قرآن رو عرض کنن که محمد نوشته. خب این شرط شک و هر کسی غیر از بکنه حتما عقل درستی نداره. این آقا آمد این حرف رو زد، این حرف مهمی بود از جانب یک آدم دینی که به دین اسلام عرض کنم که اینها مربوط هست و از اون مدرسه نمیدونم چی فارغ التحصیل شده. بله کلنل پسیان، این عکس اگر که بزرگش کنید یک آیرون کراس که مدال بسیار ارزشمندی است که به آلمان ها میدادن کلنل گرفته، چون کلنل از ایران که رفت وارد خدمت شد در نیروی هوایی آلمان، 26 هواپیمای دشمن رو که انگلیسی بودن سرنگون کرده بود و مدال آیرون کراسش با افتخار. در باب کلنل بحث صحبت می‌کنید، راجع به کوروش یا کوروش سروش، بله کلنل ببینید آیرون کراس رو می‌بینید، مدال آیرون کراس، مدال افتخار که من همکسی من درود بر شما که این هم طبقات داشت. این آیرون کراس در باب این مدال بحث صحبت کنید. ژنرال ها معمولا یا به یقشون می‌بافتن یا به اینجا. بله کلنل محمد تقی خان پسیان در خراسان تحریک کردن قوام سلطنه و رضا شاه با هم، ارسونم که ریشه کلنل رو بکنن از زمین. این مرد یک سال در خراسان بوده، تا 5 سال براش عزاداری میکردن، بعد رضا شاه شد قدقن کرد، حکم کرد هر کس عزاداری کنه فلان به فلان میکنم اینا. باری از این بگذاریم برمیگردیم. بله اجازه بدید برویم سر مقالطه. ببینید خود این مقدمه رو من خدمتتون میگم بعد توضیح. سروش: به جای فقه باید اخلاق را به عرضه حکومت آورد. این آقای سروش هنوز نفهمیده که اخلاق امر شخصی است، به جای فقه قانون جدید رو بایستی به حکومت آورد. چه اخلاقی؟ من چیزی به عنوان اخلاق اسلامی نمیشناسم، به جهت اینکه هیچ چارچوبی این اخلاق اسلامی ندارد. یک بخشی هم در این کتاب مقالطات در باب این مقالطات و متشابهات و محکمات ناسخ و منسوخ، این همه مغلط هست آقا، مغلط هست این حرفا، مغلطه غیر قابل مالکشی است. کدوم اخلاق اسلامی؟ اسلام معلوم نیست که دزدی آیا چیز خوبی است یا چیز بدی است. شما بیایید به من نشان بدید ببینم دزدی در اسلام خوب است یا بد است. دزدی هم خوب است هم بد است. مال مسلمان را نمیتوانی بدزدی، اما مال غیر را میتوانی بدزدی. این شد اخلاق. در اون روزی که حضرت فرمود اکملت لکم دینکم،
اونجا میگن مال مسلمان رو ندوزیم، غنیمت از مسلمان نگیریم. نمیگوید نکشید آدم، البته خون کفار رو باید دیگه. نمونه اخلاق حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست در دنیای شیعه، از علی بالاتر نیست، جانشین خدا شدن. روزی که قرار بود به خلافت برسد، اینا عرض کنند که طلحه باش دست داد، یک عده دست ندادن باش. یکیشون گفت تو دست بسته گردن پدر من، سر پدر من در حالی دستاش بسته شده بود در بعد بریدی. میدونی چی گفتم؟ چی فرمودم؟ گفت که حقش بود، این بهترین نوع اخلاق بوده. جنایت یه جا خوبه یه جا بده، اگر که البته کفار از کنم حربی باشد که البته سربریدن اینها که دیگه لازم است. این شد اخلاق، اخلاق اسلامی. جیببری یه جا خوبه یه جا بده، بنابراین هم جیببر اسلامی میتونه باشه هم جیبنابر، چون هیچ مرزبندی نداره که. اخلاق مرزبندی داره، چارچوب داره اخلاق. زنا البته اگر کسی کرده اینها زنای محسنه، در صورتی که شاهد داشته باشد سنگسار اینا. اما خب گرفتن زنای مردم که کفار باشند یا اسلام قبول نشده باشند، ریپ کردن اینا که خیلی حسن است، این بسیار مستحسن است. این شد اخلاق، اخلاق اسلامی. اخلاق یک امر یونیورسال است بابا جان. کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنی. نفرمودن دزدی مطلق چیز بدی است، گرفتن اموال غیر مسلمین البته خوب است. همین امروز که ما صحبت میکنیم، این عرض کنم که پیرن عربی های ساکن پاکستان و اینا که میان در آلمان و انگلیس و اینا میشینن شروع میکنن تولید بچه، از اینا بپرسید اینجا چی کار میکنیم، میگن باید مال کفار رو بخوریم، تولید بچه میکنیم که این سرزمین کفار رو ما بگیریم یه روزی. چشماشون کور، ما اینا کفار هستن باید اموالشون رو بخوریم. نمیگن که این کشور دموکراتیک هست، حقوق انسان در اینجا محترم هست، ما به محض ورود به این کشور آزاد زیر چتر قانون هستیم و به ما نمیگویند تو بیگانه و خارجی هستی، ما را پذیرا میشوند، آپارتمان میدهند، حقوق میدهند، نمیدونم چه میدهند، پزشکی بعد از مجانی. میگن نه کفار، ما باید بخوریم از اینا. این اخلاق اسلامی و کاملا اسلامیه. موضوع اخلاق این امر شخصی است. آقای سروش هنوز اینو نفهمیده که در یک کشور دموکراتیک یک کسی که رسیده باشد به یک جایی که بخواد خود رو نامزد برای یک اداره بکند یا یک شغلی بکند، سوابق اخلاقیش هم هست. مردم تصمیم میگیرن. تو میخوای با چماق و چوب اخلاق ببری در دولت، مولای متقیان رو بیاوری یا چی، حبیب ابن مظاهر اینا؟ ببین چه میزان این فکرها علیل و مریض هست. من ممنونم آقای آل احمد به من مرحمت کرد، زنگ زد امروز گویی همچین صحبتی کرده، نگاه کردم میخونم براتون. ببینی ما بایستی تفکر انتقادی رو توسعه بدهیم، هر چی میگن قبول نکنیم. آقا ببینیم آقا این بلاز استدلالی درست هست درست نیست، این چه مهملاتی است؟ سروش به جای فقه باید اخلاق را به عرصه حکومت آورد. اخلاق رو که با چماق نمیشه آورد که، آدم بی اخلاق رو نباید بر حکومت گذاشت، مبتنی بر سوابقش که در جامعه بوده و نقدش کرد، چون آدمی که وارد جامعه شد همه چیزش باید معلوم باشه. یک کسی میخواست در اینجا عضو دادگاه عالی آمریکا بشه، اون 9 نفر دیگه غیر قابل اخراج هستن، بازنشسته نمیشن تا بمیرن، چون اینها مفسران قانون اساسی مملکت هستن، مهمترین قضات هستن. یکیش گفته بود من 18 سالم که بود در یک مجلسی این سیگار ماری جوانا رو دور میچرخوندن ما یه پک زدیم، گفتن آقا این نمیتونه بشه،
نمیتونه قاضی بشه به خاطر که این در یک جا قانون رو زیر پا گذاشته. تازه باید یعنی چه؟ باید اخلاق رو آورد یعنی چی؟ یعنی یک آفیسی بزنیم یا آقای سروش بزنیم رئیس یه چوباقا به دستش بدیم اون معیار معلوم بکند که کی اخلاق دارد در دولت داره و کی اخلاق ندارد. نه چه مهملات و مزخرفاتی ساخته این متفکر اسلامیون هست. خب حالا یه قطعات من براتون میخونم. خب آقای سروش، شما در اوایل انقلاب گفته بودید که دانشگاه ها باید عطر و بوی اندیشه اسلامی به خود بگیرن. چه بوی داره اسلام؟ به به به، تشریف برید پاکستان بوشو میشنن، به محشامتون میرسن. اگه همونجا دوچار سرگیج مسموم نشیم خیلیه. در عربستان سعودی بوی عطرش میاد، هر گوشه یه مردکی راف داده این مرغ 8 تا سیاب نمیدونم چند تا سیقه و چند تا نمیدونم چی دنبالش رو انداخته. اگه شیعه باشه اگر من 4 تا دنبالش هم. مثل کلاخسی ها زنهای بیچاره تپاندن. این اخلاق عطرش در اونجاست. چه عطری پدر جان؟ 1.5 میلیارد آدم هستن، 600 تا دانشگاه پیزوری دارن. خب که عطر و بوی اندیشه اسلامی به خود بگیرند و این گلستان گلستان معطری باشد که هر کس وارد آن می شود از همان ابتدا مشامش به این بوی دلنواز عطرآگین شود. شما وقتی امروز به این ذهنیت روزگار نگاه میکنید چه برداشتی دارید؟ این مهمل، این مهملی بوده که این مرد محترم در اون روز گفته بوده، باد اسلام در شکمش بوده، میخواسته این بوی اسلام هم در دانشگاه بیاد. دانشگاه که دانشگاه باید باشه پدر جان، عقاید مختلف محل تداخل و تضارب اندیشه از دانشگاه، نه که تو بریم اونجا نمیدونم معیار معلوم کنی که عطر کی بیاد. خب این معنیش این هست که تو این دانشگاه بهایی نباید باشد، این ملائین یهودی نباید باشد، این ملائین در این دانشگاه اسلامی چیکار میکنن؟ این همین کاره کسافتکاری ها رو مثلا خواجه نظام الملک میکرده که مثلا فقط شافعی پاکیزه اینجا باشد، مثلا شیعه کثیف نباشد یا حنفی مثلا. این حرفای پوسیده عرض کنم که از نفس افتاده بوی جسد خر مرده میده این حرفا. خب البته دانشگاه های ما امروز عطربوی گلستان اسلامی را ندارن، مثل یالا عطربوی گلستان اسلامی. یا یه نمونه شو بفرمایید ببینید عطربوی گلستان اسلامی که شما میفرمایید و 1300-400 سال هم ازش گذشته، یکی از این مرد محترم بپرسید در کجای عطربو بوده، ما بریم پیداش کنیم دوباره سازی کنیم. خب ندارد، خیلی خب، مثل که اون روز داشته. وقتی میگن امروز ندارد یعنی زمانی که ما بودیم داشت. ببینید از بون مغلطه است، یا استدلال این آقا ضعیفه یا از فرط تضادهایی که داره به مغلطه افتاده. ببینید البته دانشگاه های ما امروز ندارد یعنی دیروز داشته. عطر و بوی ما میگفتیم عطر تای آخونده پیدا شد شدن عطر، کلام یک زیبایی هم باید داشته باشه دیگه. خب گلستان اسلامی را ندارد. خود گلستان اسلامی معنیش چی آقا؟ این لغات و عبارات مردم رو به گمراهی میندازه. این در باب بیکن صحبت کردیم، اهمیت بیکن این هست که میگویند مردم دیفاین نمی کنند این حرفایی که میزنند. این از جمله آیدولز آف دی مارکت پلیس هست، یعنی بت‌های بازاری. یعنی حالا شما این سخن رو میشنوه عوام تو جامعه گسترده میشه، از این میگن عطر بوی گلستان اسلام، فکر نمیکنه که این چه معنی داره. گلستان اسلامی چگونه استعاره است؟ آیا چنین چیزی وجود داره؟ بوده؟ در کجا بوده؟ اجازه بدید موسیقی بشنویم بگریم سر این داستان. گفت این سخن پایان ندارد ای جواب، خط کن و الله اعلم بر رشاد. اجازه بدید که با این موسیقی چه هست؟ Thank you.
Y'all.